بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة قريش سورة قريش در مكة مكرمة نازل شده است نعمت الله سبحانه وتعالى بر قريش و دعوت آنها به عبادت آن نعمت دهنده بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش به خاطر انس و الفت قريش انس و الفتی که پروردگار الله سبحانه و تعالی در میان قریشی ها ایجاد کرد. یعنی از اجتماع و انتظام کاری قبیله قریش و از اینکه الله سبحانه و تعالی سبب های زندگی آنها را برایشان مهیا ساخت تعجب نمی کند. ایلافهم رحلت الشتاء والصیف همان هم بستگی به الفت آنها در سفرهای زمستانه و تابستانه. یعنی چگونه به سفر زمستان به سوی یمن و در سفر تابستانه به سوی شام سفر می نمودند و چطور برای آنها آسان شد تا به رزق و روزی و نیازمندی های حیات خود را دست بیابند. این همه آسانی ها از جانب الله سبحانه و تعالی است برای آن که به شکرانه آن نعمت ها نمی پردازند. فلیعبدوا رب هذا البيت پس باید پروردگار این خانه را عبادت و پرستش کنند. یعنی باید الله سبحانه و تعالی یگانه که پروردگار خانه کعبه است ایمان بیاورند. کعبه که با آن بزرگواری یافتند به همسایگی به آن افتخار می نمایند. یعنی باید پروردگار بزرگ را با انجام طاعت پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم و اخلاص عبادت برای او تعالی شکرگزار باشند. ذاتی که آنان را در گرسنگی خوراک داد و آنها را از ترس و ناامیدی ایمن ساخت. الله سبحانه و تعالی که تنها او در گرسنگی سخت تعامشان داد و از ترس بزرگ امانشان بخشید، بله غذا و امنیت از سببهای حیاتند و حق الله سبحانه و تعالی هر دو را برای آنها ضمانت داد و نیز گرسنگی و ترس دو خطر هستند که زندگی را غم و اندوه و خیره می سازد. اما الله سبحانه و تعالی آنها را از هر دو نجات داد.